دوستا عزیز سلام احترامات، امید است که جور ساعت من طرف هایتان خیر و خیرتی باشه. عزیز دل احترامات ما در قدم اول از الیف تا بیا به تمام پرسنل صفحه دوستا و عزیز ما که به برنامه هاست هم داشته جهان سپاس است. تک تک شما بزرگوارا و احترامات خاص به بزرگای صفی ما و شما به نمایندگی از حاجی صاحب ویسودین است. سلام احترامات ما را پذیرا باش. ماما شاه حسین است، شیر لالا هست، دکتر صاحب حبیب معارج و قاری صاحب مبارز است، فهیم جان گل، حاجی صاحب حفیظ است، سلطانی صاحب نازنین، صمد جان گل، انجینر صاحب پرویز و احمد شجان سرفراز، خلیفه صاحب احمد کفترشناس، نجیب جان زورخانه، صمدی صاحب گل و حاسم جان گل، شعیب جان گل که یوتیوبرهای ما هست. سلام احترامات ما از الیف تا بیا به تمام شما بزرگواران و زنا. انشاءالله که هر جای هستید جور و صحتمند باشید. جا داره که در قدم اول از تکاتک شما نازنینا تشکری بکنیم که در قسمت برنامه همو سم خود گرفتید، داشتگی های خود شریک ساختید. جان سپاس از تکاتک شما بزرگوارا که نام خدا نام زیاد است، حضور زین ندارم، مرا به بزرگیتان ببخشید. عزیزای دل، بحث ما بسی از این هفته یا صحبت های از این هفته ما سر بال، پر، دوم، پای و گردن کفتر است که انشالله در طول برنامه تصاویرها را هم خواهد قدیتان شریک ساختیم و دوستا و عزیزای ما که نظراتی هم که داده بود قابل قدر است. دوستای بزرگوار، شوقی های گل، دوستا و عزیزای ما، امیر رقم یک شاهد هستیم در طول برنامه صحبت های سر یک گردن خوب، چه رقم یک گردن باشه که به کفتر باشه و قد و بست خوبی یا سر بال صحبت کرده بود، سر دم صحبت کرده بود که چه رقم یک دم خوبیش باشه به کفتر و سر پای و پاچه کفتر صحبت کرده بود. عزیزای دل، ما اول که شروع میکنم از امیر رقمی که دوستا از بالا به پایان آمده بود، مثل همیشه من برعکس میروم، از پایان به بالا شروع میکنم که از پای کفتر شروع میکنم که به کفترها چند گونه پاهای شناخت شده هست که ایزای ما، حالا خب نامای مختلف شاید میمانم، مگر همین چیزایی که عمدن معروفتر هستن شوقی ها یاد میکنه، من مربتانم قد شما نازنینا به اشتراک بذارم. دوستا و ایزا، من تصاویرهایی که از شوقای شما بزرگوارا برداشتیم، بازم مثل طبق روال همشگی عذرخواهی از تمام شما نازنینا میکنم، اگر بدون اجازه ما تصاویرها را برداشتیم عذر ما را پذیرا باشید، به خاطری که ما هم برنامه را عملی بتانیم نشان بتیم. از صفحات ما یکان تصاویرها را از عزیزای ما گرفتیم، امید است که دلخور نشه، بازم عذر ما را پذیرا باشید. شوقی های گل، امین رقمی که ما و شما به چهار تا تصاویر میبینیم، تصاویر اول کفتر موزپای است و دومش کفتر شیرپای هست، سومش پرپای است، چهارمش هم کلپای هست. تصاویر اولی که ما میبینیم، بعضی دوستا گویا که تا نامای میمانن شیرپای و موزپای و ایشدا، یعنی فرق بینشان هست، کفترهای موزپای برخوردار از پر پای هست، یعنی تا پشت یعنی پنجلای یعنی پنجلا نباید پر داشته باشم. کفتر موال پایشان یک خورده شاید چیزایشان فرق میکنه، یکی پایش یک کمی غصبتر است، یکی نازکتر است، مگر موزه پای با او کفترا گفته میشه. باز شیر پای که هست، شیر پای اما تو یک زخامت خوبی را به پای خود داره، یک زخامت کلفت یا لوگ به پای هست، برخوردار از پنجای پای یعنی پشت پنجای پای پر خود داره، یعنی پر آمده تا پشت پنجای پای یا ناخنهای پای معلوم میشه، تا پشت پنجا را کفترهای شیر پای همه رقم پر از پر است. کفترهای پر پای پنجه ها زیر پر گم است، یعنی ناخنهای پای زی کفترها زیر پر گم است. حالی قسمت های پرها بعضی هایشان مالی بعض صورت ها یا بعضی چیزایشان پرها میشه بلندتر باشه، پرها را میشن که شوقی ها خودشانم یا قیچی بکنن که همون نمای چیز کفترم بهتر بسازم و یکی از امو جلوگیری از امو کسافات شوه که حساب فضای کفترخانه خوب نباشه، این پرها را کوتاه‌تر می‌سازه. در قسمت کفتر دیگر هم که می‌بینیم که یک کفتر کلپای هست، یک کفتر ساده هست که پایش پری نداره، میشه که کفترهای باشه که هستن
که کم و بیش پرای در بغلای پای میبینی، پرای ایتو پتکا قرار میگیره، کفترای سینش بالا میشه، معمولا همون هم در پای خود چیز داره، ایتو پتکایی را داره و کفترای دیگه هم هست که کم و بیش پرای در چیز خود داره. شوقی اونا را به نام موزپای یاد میکنه، اونا اجزای دل موزپای نمیشه، اونا به جمع کفترای کلپای میره. حالا ما شما فهمیدیم که چه قسم پایا به کدام کفترها یاد میشه. ما میاییم اینا رو صحبت میکنیم سر ازی که چه قسم یک پای اوصاف خوبی را به کفتر میده، یعنی که یک گگنمای خوبی را به کفتر میده. کفتر ما خیلی کفترها هم هست که کفترهای پانچه دار نیستن، کفترهای کوتاه هست که فقط از امو پایای چی برخوردار است، کفتر کوتاه قد است، امو اوصاف یا امو زیبایی کفتر ازش گرفتم. کفتر در قدم اول یک پای یا پایچه که میگیم از پای و پایچه خوبی برخوردار باشه، یعنی یک کفتر یک پایچه داشته باشه او را به بلندی کفتر اضافه میکنه، یعنی یک پای و پایچه کفتر بسیار مهم است در قدم اول، تا ای که ما باز صحبتهای را میداشته باشیم سر اندام کفتر. در قدم دوم و در قسمت سینه میرسیم، کفتر باید یک سینه همونطور بردار را به خود داشته باشم و سینه برداری که میگیم یک برآمدگی دیگه هم در پیش روی داشته باشم، یعنی از قسمت پیش روی همین سینه یک برآمدگی خود داشته باشم. شوقی های گل به این قسم کفترها و این قسم پایا گناه مختلفش هم هست. کفترهای هست که پاچه دار است، کفترهای هستن که کوتاه هستن، یعنی هم به قسمت پرپای و موزپای و نمیدنم شیرپای و خب به هر گناهشان کلپای و یعنی پای کوتاه داره، کفتره که لنگ نداره، کفترهای هستن که لنگ دار هستن. در این تصاویر ما و شما میبینیم که این کفترک میبینیم که از یک لانش خوبی را به خودی کفتر داره و همین رقم یک پای و پایچی خوبی به این کفتر هست، کفتر نمایش زیبا کرده. ما سر هم نقطه ها صحبت میکنیم، حال در قسمتی چیزایشان باز باریکی هایشان صحبت های دیگر یا خود داشتیم، چون کفتر ها از عیزای ما هستن صحبت های منفی را نمیتونیم بکنیم بزرگوار، فقط یک کفتری که کدام اوصاف خوبی را داشته باشن ما سر هم صحبت میکنیم. عیزای دل به این کفترک ما و شما یعنی به این اندامی که ما ساختیم از کفتر از یک لنگ و پاشی خوبی برخوردار هست و یک لاش خوبی رم داره، یک سینه خوبی که گفتیم به این کفتر هست، حال ما شما میایم به می اندام یک گردن خوبی رم، گردن خوب چه رقم گردن میتونه باشه؟ یک گردن بلند، گردنی که به پاشه و لاش کفتر بخوره، گردن غصب باشه. ما خیلی شوقی ها را کفترهایشان عزیزای ما را میبینیم، کفترهایش نام خدا خوب کفترها هستن، کفترهای مقبول را دارن، فقط کفترهایی که عیب برزو هست کفترهایی هست که هم سر داره هم روی داره هم بیادر گردن خوبی داره هم از یک لاش خوبی برخوردار هست، مگر عیب از او کفتر پایش دار نیست، یعنی نمای از او کفتره در قسمت پای و پایچه که میرسیم کفتر نمایش آورد پایان. ما سر قد و بست کفتر تا قسمت گردنش صحبت را داشتیم، میاییم سر بال کفتر که چه رقم یک بال به کفتر زیبایی خودم میاره، بال جمع باشم و پر پهن باشم. خیلی اجزای ما باشه، شاید البته عذر از استادا میخوایم، شوقی های ما نوشوق هستن، همه پر پهن که میگیم یا شاید نفهمه که چه رقم یک پر هست، معمولا به کفترها هستن کفترهایی که پر پم دارن در پیش بزرگوارای ما زیاد هستن و ازای ما که معمولا سر اصلاح کفترها کار کردم و دوستا و ازای ما من تصاویرهای پر پم که میگم دو گونه پر هست که پرهای سوزنی هست و کفترها که معمولا حالی بیشتری از کفترها از او پرها برخوردار هستن و پرهای پم باز هم به می کفترها هستن که تعدادش یک خورده کمتر است تا نسبت به او کفترهایی که پرای سوزنی داره. دو قسم پرایی که به کفترها هست من دو قسم چیزشان انداختم، البته میگم که باز به گناه های کفترهای دیگه باشه که مربوط به ما نمیشه، سر از اوم صحبت های خود نخود داشتم،
امی دوگانه این که با مکفترهای اوغانی خود ما هست سر امی ما صحبت هم نکنم. پری سوزنی که میگیم از بیخ پر یک خورده اما حالت برداری خود دارم، اگر سر پر باریک شده میره که معمولا با کفترهای ما آل 80% هستن. و پری پمی که میگیم پری پمی شکل دومش هست که با تصاویر میبینید پرهای پم با کفترهای هست. اگر این نمیشه که یک خاندان برش بگویم، به خاندان شیرازی هست، به خاندان پتین هست، به کل کفترهای ما میتونه که این پر پم باشه. پر پم یک اوصاف خوبی هست که به کفترها هست. قسمت پر تشریحات خود داشتیم، در قسمت نوعی دوم میریم. چه رقم یک دوم زیبایی را به کفتر میاره؟ یک دوم به جمعی که ما ازش صحبت میکنیم، قسمت تعدادش میریم که تعدادش چند پر باشه، 12 پر باشه، اگه اوصاف خوبی کفتر است. مگر اونم به دوم رنگا که معمولا شوقی ها چیز میکنه، اگر 14 پر باشه باز دوم جمع باشه کدام ایزن نیستم، یعنی که دوم که هرچی جمع باشه زیبایی خود به کفتر داره. یک دوم به جمعی که صحبت میکنیم، دوم هم یک مثال است که میگه دو ناخو باشه، نمی دو ناخوری خود نشان بده. خیلی کفترها را میبینیم که از بیخ دوم جمع است، مگر سر دوم بیتو تیت شده. حال نوای دوم با فرق میکنه، مگر چند نوایی که ما اگر نامش را بگیرم، حال عزیزای ما شاید باز به نامای دیگه یاد بکنم، من یک تصاویر را میندازم از کفترهایی که نو دوم هست. عذر مرا پذیرا باشید که عزیزای ما زنگ میزنم، به مخاطر است که ویسا را نمیتونم روان بکنم. باز حضور از تک تک شما نازن نام میخواییم. عیزای دل، ما در قسمت از تصاویر میبینیم که کفتر اگه ناوه دوم آل شوقی ها به نام قوچی دوم، یا اما ولایت های افغانستان نام های مختلف سر دوم میمانه و دوم مختلف هستن، چون مربوط به شوق ما و شما نمیشه سر از دوم صحبت نمکنیم. فرق بین کفتر های موزه پای و کل پای و نمیدانم پر پای و شیر پای باشه، ما متصاویر چه کشیدیم در بالا نامایشان را نوشته کردیم که تصاویر را میشه که ازای ما در پیش خود داشته باشه که فرق معنی کفتر ها باشه که ما همو ناما را در قسمت پای بفهمن. آل خیلی شوقی ها را میبینیم، اگر کفتر در پایش یک چند دانه پرک میبینه ولی کفتر موزه پای شدی، کفتر از این شد از او شد، که اصلا بر نمیگرده با او کفتر ها. به خیلی کفتر ها هست که روی مرور زمان که سن در بالایش میه پایش همه رقم کم و بیش پر میکشه، یا کفترهای دیگه هم هست که به معالت چیز جوانی خود مگر بغلای پایش کم و بیش پر داره، ما او را نمیتونیم بگیم کی پر پای است، نمیدانم شیر پای است یا موزه پای یا نامای مختلف با او بانیم. اون کفتر از همون چیزهای کلپایی نامش همون چیز کلپایی میتونه باشه. و در قسمت پایان هم که میبینیم این کفتر یک کفتر جوان کفتر است که از یک شوقی های ما هست. بازم ما عذرم میخواییم عزیزای دل، ما تصاویرها را کوشش میکنم که یک تصاویر پیدا بکنم که بتانم در صحبت هایم بخورم و بتانم یک تشریحات خوبی را سرش داشته باشم، که متاسفانه او رقم تصاویر را ما پیدا نکردیم. کمو هستن از عزیزای ما هست اینا را اگر ما بیم سر عیبای صحبت بکنم، این است که نازنهای ما شاید یک کمک دلخور شون که عیب کفتر همی رقمی که ما و شما شوق که میکنیم خوش نداریم کنم، شوق ما رو یک نفر عیبش بگم. ما کوشش کردیم تصاویر را اگر عیبش میگم از نفرهای باشن که میفهم خفه نمیشن. با مویلت امو تصاویر را به خاطر چیز استفاده کردیم که عیبا را با او کفتر ها ما بتانم بگم. و این کفتر دیگر هم که من خطکشی را رویش کردیم از یک بزرگوار ما هست، از صفحات برداشتیم. باز اگر صدای ما را میشنوه یا تصاویرهای ما را میبینم عذر ما را پذیرا باشه که بدون اجازه ما این کار را کردیم. یک جوان کفتر است که این کفتر اگر ما بسیار بسیار خوشم آمد، یک کفتری که میگیم پایدار باشه، یعنی که از یک پای لوگ یا پای کلفت برخوردار باشه، به این تصاویر ما و شما میبینیم که این کفتر بسیار از یک پای خوبی برخوردار هست. و از یک پایچی، پایچی که ما گمشه میزنیم که میگیم ولی اینو تو یک پایچه باشه، با یک کفترک ما همو پای پایچه رو میبینیم که یعنی از اردو لحاظ خود از قسمت پای پایچه کامل است کفتر. در قسمت بست از کفتر میگیم که خب یک سینه باید اینمی، یک
پهنی خود یا یک بر خود داشته باشه، یک پیش برآمدگی خود داشته باشه، کفتر یک جوانه هست، یعنی آینده بسیار خوبی را به این کفتر من میبینم. کفتر یک سینه خوبی را داره، کفتر که میبینیم یک لانش خوبی که به کفتر میگیم به این کفتر هست. کفتر ازای دل جوانه کفتر است، خداوند به صاحبش خوب بکنه، به خیر شوقش بکنه. قسمت پر پم که میاییم ما و شما در این کفترک میبینیم که این کفتر نام خدا بسیار از یک پر پم خوبی برخوردار است. ایزای دل شوقی های گل همین موسین چپر میگید یا نمیدانم ناموی دیگه میمونیم، ما و شما بیاییم این رقم یک ورقی رو بزنیم که کفتر که پرش پم شد اوتوماتیک پر کوتا میشه. یعنی اون موسین چپری که میگید نگویم که یک پر پم داشته باشه، موسین چبال باشه. کفتر که پری یعنی پمی پر خود پیدا بکنه اوتوماتیک او بال خود کوتاه‌تر می‌سازه. اونم موسین چباله که میگید با کفتر اونم رقم یک چیزی میایه، یعنی که پر پم باید داشته باشه که یک پر پم خوبی به این کفتر هست. و یک دم به جمع که میگیم بازم هم دم به جمع به این کفتر هست، یعنی کفتر از یک حوصاف خوبی برخوردار هست. باز میاییم در قسمت گردن، یک گردن خوبی ره که میگیم گردن باید هم تو گردن بلند یا یک گردن لک باید باشه با کفتر. عزیزای دل این کفترک از هم گردن بلند خود برخوردار هست، یک گردن بسیار لکی رم داره که همی گردن یعنی ست مکنه به بست کفتر، به قد کفتر. کفتر هم از حسابی چیز بدنی کفتر است بسیار هم تو سوار ساخت. کفترک میگم هنوز جوانه کفتر هست، همه رقمی که ما شما به تصویر میبینیم تغییرات خود کفتر انشالله که خواد به خود آورد و همه تو یک نام خدا قایم کفتر هستم. ما شما اوصاف یک کفتر خوبی را صحبت سرش کردیم، یک کفتر خوب چه رقم میتونه یک اوصافی را داشته باشه. حال ما آشناتر شدیم برازی که یک کفتر خوب اینی اوصاف را داشته باشه که ما بتانیم صفت از او کفتره بکنیم. و در قسمت اوصاف صفت آمدون بزرگوارا شوقی های گل، ما همینجا عذر از استادا و بزرگان میخواییم، ما یک کفتری که اوصاف خوب نداشته باشه ما نمیتونیم او کفتره صفت بکنیم. بعضی شوقی ها میگه ولی فلان خان تو 12 صفت خوب یک کفتره را بگوی. ما شما بیاییم که صفت ما چی رقم یک کفتر را میتونم، من میتونم کفتر خود 12 صفت که چی 100 صفت برش بکنم، یک کفتر 100 صفت برش بکنم. ولی کفتر باید اوصاف خوب خود داشته باشه که من بتونم صفت بکنم. پس اگه ما 12 تا صفت میگیم او جملهش غلط است. کفتر باید اوصاف خوبی را به خود داشته باشه که ما بتونیم صفت بکنیم. صفت کردن تعریفی از کفتر است. اوصاف داشتن میشه. ما اگر به چیز لغت هم برگردیم عزیزای دل، اوصاف و صفت خیلی فرق داره. کفتر باید اگر اوصاف خوبی را به خود داشته باشه باز میتونیم که کفتر ما صفتش را بکنیم. از بس بیرون نمیریم، دوستا و نازنهای ما که به وطن هست یکان وقت اگر به تصاویران میبینیم که گلمه کرده در مابین اولی خود انداخته، او گلمه تر کرده، او را تر میسازه یا زمینش را تر میسازه، کفتر سر پنجه استاد شد. کفتر که خود سر پنجه گرفت، کفتر اما قد و بست خود خوب نشان میده. کفتر سر پنجه استاد میشه، هم قد خود بالا میگیره، هم اما بستش هم یک رقم ورزیده است. کفتری که قد و بست خوبی داشت، کفتر اینا را قد و بست ما ساختیم، یک گردن خوبی به کفتر آمد و همونطور یک لانش خوبی به کفتر آمد. در قسمت دوم میاییم، خیلی دنبال را میبینیم که کفتر یک سر دوم شیشتگی است، یک جار و دوم است. اینا رو جار و دوم و کفتر یک سر دوم میشنه فرقش زیاد است. یک کفتری که سر دوم میشنه او اگر پای و پایچم داشته باشه با سر دوم شیشته هستن، همیشه دوم بزو خراب است. یعنی که دوم بش حد نسبه قد است، اگر دوم باش میده هست او کفتر سر دوم میشنه. اگر قد و بست خوبی هم داشته باشه مگر امو کوپیگه که کمر از او پایان است، او همیشه سر نمودم شیشتگی است. یک کفتر از جار و دوم بست، کفتر پایشه نداره،
کفتر از یک قد خوب برخوردار نیست و هر جایی که میره نمیدون بیزو کش شده میره برای زمین یا یک جای استاد میشن کش میشه به زمین کش میشه. دو قسم کمر به کفترها هست، یکی کمر صاف است، یکی کمر شیبدار هست که شیبدارهاش معمولا بیشتر است. کفترهایی که میبینی کمر صاف داره او کفترها از لنگ خوبی برخوردار هست. یک قسم کفترها رو میبینی که کمر صاف داره مگر دم بشه تو رقم چیزوار بالا هست، دم به خود بالا میگیره. تعداد شاید بسیار کم باشه مگر هست. ما همین رقمی که اگر در قسمت بالا آمدیم بالا نامای مختلف داره، همین رقم در قسمت دنبا آمدیم دنبا چیزای مختلف داره. مگر یک عیبی دیگه با اون کفتر کل زیبایی ها را داره، مگر هر جایی که میره نمید دنباگش رقمی دنبه چیز واره بالا، او عیب است با کفتر. کفتری که سر دنب میشینه او عیب است، عیبی که با او کفتر است. ای با شاید اینا رو چیز زیاد باشه، تصاویرها هست پیشم، خب من نمیتونم از تصاویرها استفاده بکنم که از عزیزای ما هست. عزیزای دل سوالا شاید زیاد میبود، جوابا زیادتر میبود. ما چیزی که چون لیست نگرفته بودم فراموش کردیم، باز میشه که در طول برنامه پرسان بکنید اگر چیزایی که من فراموش کردم میتونم که اضافه بکنم. و صحبت ها خب یک شناخت یک کفتر یک بسیار فلسفی دراز را داره که باز ما عذر از بزرگان میخواهیم اگر پیش تازی کردیم دیجا. یک روزگ خوب و خوش با تمام شما نازنینا در خیر میخواهیم. انشاءالله که هر جای هستید جور و صحتمند باشید. دوستا و عزیزا و شوقی گرامی سفید یار شوق کبوتر، از تک تک شما تشکر میکنم که در برنامه امروزی سهم داشتین و صحبت های خود داشتین و همچنان از جناب انجینر صاحب سعید اسد موسوی تشکر میکنم که در قسمت پایانی برنامه جوابندی اوصاف عمومی کفترهای افغانی را برای ما و شما داشت و صحبتهای آلمانی خود پیش برد. جهار سپاس و از ادمین خود خواهش میکنیم که سفر بروی تمام عزیزهای ما دوباره باز کنه که شوق بکنیم. زنده و سلامت باشید.